که علاوه بر این فرصت‌های پنهانی که الان شما چند تاشو شمردین، آقای گلدول خیلی اشاره داره به یک قانون مهمی تو کتابش و این قانون رو اسمش رو گذاشته قانون 10,000 ساعت. این خیلی مطلب مهمیه. من میخوام ببینم که اصلا نویسنده چرا روی 10,000 ساعت اینقدر تاکید کرده توی این کتاب. بله، ببینید، ما وقتی که راجع به موفقیت صحبت میکنیم، منظور فقط این نیست که خب یک نفر تونسته به یک مدارجی دست پیدا بکنه و به هر حال زندگی راحتی داره. داریم صحبت راجع به اونهایی میکنیم که اینها در رشته های خودشون سرآمدند، بنامند و شاید انقلابی در طرز فکر در رشته خودشون به وجود آوردند. ما وقتی که به اینها داریم تمرکز میکنیم، بیایم میبینیم که یک وجه مشترکی بین اینها هست و اون این هست که اینها همشون شاید روی اون کار خاصی که در اون سرآمد هستند و در اون بنام هستند 10,000 ساعت یا بیشتر کار کردند تا به اونجا برسند. چون اینجا که ما راجع به موفقیت صحبت میکنیم، نمیخوایم بگیم فقط تاریخ تولد شما مهمه، نه، سخت کوشی و پشت کار بسیار هم خب دخیله و بسیار مهمه. اگر نباشه حتما اون شخص به اون مدارج عالی نخواهد رسید و برای همین در قالب چند تا مثال این قانون 10,000 ساعت رو من خدمت شما تشریح میکنم. شما ببینید در اسلایدی که در خدمتون هست سه تا عکس دیده میشه. عکس اول عکس آقایی است به نام بیل جوی، ایشون رو به عنوان بیلی جوی میشناسن، و بعد بیل گیتس، و در پایین صفحه گروه معروف راک بیتلز. نقطه مشترک همه اینها قانون 10,000 ساعت هست. حالا برمیگردیم به بیل جوی. این آقای بیل جوی امروز همه اسم سان مایکرو سیستمز رو میشناسن و امروز شاید همه اسم سیستم برنامه نویسی اوپن سورس لینوکس رو هم بسیار خوب میشناسن. آقای بیل جوی بنیانگذار سان مایکرو سیستم، یکی از متمولترین آمریکایی هاست و همینطور یکی از کسانی هست که یکی از ویرایشگران عمده سیستم لینوکس هست که اون رو به صورت امروزی که ما میشناسیم وامدار آقای بیل جوی هستیم. اما وقتی راجع به آقای بیل جوی میخوایم صحبت بکنیم، باید یک کمی راجع به پیشینه ایشون بدونیم. ایشون میدونیم که استعداد بسیار داشته، ضریب هوشی بالایی داشته، ولی چگونه شده که این استعداد به خبرگی در رشته خودش منجر شده؟ ایشون در ایالت میشیگان به دنیا آمده، در اوایل دهه 50 در نزدیکی به دانشگاهی که در سیستم مین فریم پیشتاز بوده. مین فریم سیستم قدیم کامپیوتر بوده قبل از اینکه پرسونال کامپیوتینگ یا کامپیوترهای شخصی رواج پیدا کرد، و در زمان او به جای کار زمانگیر استفاده از سیستم های پانچ کارد، این دانشگاه یک سیستم برنامه ریزی تلتایپ رو برنامه ریزی کرده بود که به او زمان بیشتری برای نوشتن کود میداد. کود نوشتن یعنی برنامه ریزی و اینها، برنامه نویسی به زبان کامپیوتر. و اون از 17 سالگی بر حسب تصادف اصلا به کامپیوتر و اینها هم علاقه خاصی نداشت، منتها یک جاب به صورت پارت تایمی پیدا کرد در سن 17 سالگی که ایشون وارد این رشته شد و خب از دیگران جلو افتاد. حالا تفاوت این کسی که از این سیستم تلتایپ استفاده می کرده تا کسانی که به صورت سنتی از سیستم پانچ کارد استفاده می کردن چی بوده؟ خود آقای بیلی جوی میگه تفاوتش مثل اینه که شما بازی شطرنج رو با کس دیگری از طریق پست بکنید یا از طریق ساعت سرعت. یعنی چی؟ شما وقتی با یه نفر شطرنج بازی میکنید از طریق پست، قدیما میکردن این کار رو، مثلا یکی توی ایالت آمریکا بود، یکی در مثلا روسیه بود، هر کدومشون یک تخته شطرنج داشتند، یکیشون که یک حرکت میکرد این حرکت رو روی کارت پستال مینوشت، پستش میکرد برای طرف، دو سه هفته طول میکشید طرف مقابل اینو میگرفت و اون هم حرکتش رو روی صفحه خودش انجام میداد، بعد اینو روی پست مینوشت که اون چه حرکت کرده، میفرستاد برای طرف. یک بازی شطرنج شاید مثلا یک سال طول میکشید بین این دو نفر. فکر بکنید سیستم با پانچ کارت برنامه ریزی کردن یعنی
خیلی عذر میخوام، 90% حمالی، 10% برنامه نویسی. در حالی که زمانی که ایشون به این سیستم تلتایپ که اتفاقا دانشگاه میشیگان در اون پیشتاز بود دسترسی داشت به عنوان یک آدم 17 ساله، ایشون انگار که داشت با کسی که روبروی او در میز نشسته شطرنج با سرعت و با استاپ واچ بازی میکرد، به صورت بلیتس به قول آمریکایی ها. فرقش اینطور بود. خودش میگه که سالها بعد که برای ادامه تحصیل به دانشگاه برکلی میره، میگه تا سن 22 سالگی که رسید از 10,000 ساعت برنامه نویسی کامپیوتری گذشته بود. میرسیم به آقای بیل گیتس که عکس دوم هست در این تصویر. خب همه اون رو به عنوان یک استعداد درخشان با پشتکاری فوق‌العاده و شجاعتی بی‌نظیر می‌شناسند. داستان پشت پرده آقای بیل گیتس این هست که ایشون در زمانی که حتی کالج‌ها لابراتوار کامپیوتر نداشتن، ایشون به یک دبیرستان خصوصی در ایالت واشنگتن می‌رفت که این دبیرستان خصوصی یک کامپیوتر لب داشت و ایشون دسترسی نامحدود به این کامپیوتر لب داشت. این یک فرصتی غیر معمول و طلایی برای یک بچه دبیرستانی بود. بین این سن تا زمان شکل‌گیری مایکروسافت چندین شانس بزرگ برای آقای بیل گیت از این قبیل فراهم شد که نویسنده کتاب 9 تا از اینها رو نام میبره. به دلیل ضیق وقت من وقت شما رو نمیگیرم، اما به صورت 9 تا چیز خیلی هاشم به صورت تصادفی برای ایشون اتفاق میفته که ایشون وقتی که مایکروسافت داشت به وجود می آمد و شکل می گرفت بیش از 10,000 ساعت کار برنامه نویسی کرده بود. شاید بالاتر از همه این شانس ها تاریخ تولد آقای بیل گیتس بود که الان من چند لحظه بعد بهش اشاره می کنم، ولی چون راجع به 10,000 ساعت صحبت می کنیم اجازه بدید که در مورد گروه بیتلز هم صحبت بکنم. در سال 1960 گروه بیتلز مثل خیلی از گروه های بوی بند در انگلیس مشغول به کار بودند. اینها گروه بسیار ناشناخته بودند و اینها در کلوب های مختلف شبانه برنامه های روزهای ویکند اجرا می کردن. شاید خیلی ها هم مثلا توجه خاصی بهشون نمی کردن و شاید دوتا انعامی می گرفتن و اینها براشون روزی در می آمد و ادامه می دادن. در همون زمان اتفاقا یک آقای آلمانی که میخواست راک رو، میدونید کلوب های راک اند رول در آلمان در برلین به طور خاص وجود نداشت در اون موقع، میخواست اونجا بیاره و معرفی بکنه، به چند تا گروه های مختلف موسیقی این ایده رو داده بود که با یک درآمد ناچیز اینها میتونستند به برلین برن و در اونجا موسیقی راک اجرا بکنن در یک کلوبی که قرار بود اولین کلوب راک اند رول در برلین بشه در آلمان. و خیلی از گروه‌های مختلف راک شاید به خاطر اینکه این مقدار ناچیز بود یا به خاطر اینکه نمی‌خواستن از انگلیس به آلمان برن، این پیشنهاد ایشون رو رد کرده بودن. ولی وقتی که ایشون پیشنهاد رو به گروه بیتلز می‌کنه، با اینکه بیتلز در اون موقع بهترین گروه راک هم نبوده، اونها قبول میکنن، استقبال میکنن، میگن چرا که نه. هر شب این برنامه بوده که 7 روز هر هفته هر روز 8 ساعت اینها باید برنامه اجرا میکردن. خب براشون خیلی خوب بوده. میرن اونجا. وقتی که 1960 میرن اونجا و تا زمانی که 1964 میرسه، اگر شما 7 روز هفته رو حساب بکنید، اینها از 10,000 ساعتشون گذشتن. درسته که اینها دارن تمرین میکنن، دارن در واقع پرفورم میکنن، ولی این خودش به منزله تمرین هست براشون که دیگه وقتی آمده بودن بیرون به نحوی هنرشون ملکه ذهنشون بود که شاید هیچ گروه راک در سن گروه سنی اینها و در موقعیت اینها به اندازه اینها تمرین نداشت. و اون موقع هر آلبومی که بیرون میدادن یهویی بهترین فروش رو در تمام اروپا و در آینده در تمام دنیا پیدا کرد. این هست که به این حالت هست. حالا من یک گریزی میزنم و راجب تاریخ تولد هم صحبت میکنم. این آقای بیلی جوی و آقای بیل گیتس همراه با چندین بزرگان کامپیوتر که امروز اسماش رو همه شما شنیدید، مثل آقای جف بیزوس و آقای استیو جابز، همگی بین سالهای 1953 تا 1955 به دنیا آمدند. آقای گلدول توضیح به این میدن که میگن اگر اینها شاید 3-4 سال زودتر یا دیرتر به دنیا آمده بودند،
کسان دیگری رو امروز شما اسمشون رو میشناختید، ولی اسمای هیچ کدوم از اینها رو نمیشناختید. و صحبتی که میکنن این هست که میگن زمانی که تفاوت حرکت از سیستم مین فریم کامپیوتری به سیستم پرسونال کامپیوتینگ انجام شد در اواسط دهه 70 میلادی بوده، و در اون موقع اگر شما حدود بین 20 تا 22 سال زمان سن داشتید، حتما زمان خوبی بوده براتون که وارد یک صنعت جدید بشید. ولی اگه اون موقع 27-8 سال سن داشتید، همسری داشتید، خانواده‌ای داشتید، یک شغل خیلی خوب با IBM داشتید، حتما اون شغل خیلی خوب رو رها نمی کردید که برید وارد این صنعت جدید برید، چون آیندهش معلوم نبود. و اگر اون موقع 13-14 سال داشتید و شما در دبیرستان بودید، کسان دیگری علمدار این صنعت جدید می شدن. این که شما در اون زمان که این صنعت جدید اولین جوانه هاش شروع به رشد کرد، شما آماده بودید که وارد این صنعت بشید و اون ریسک اولیه رو به جان بخرید، باعث میشه که شما بتونین از بزرگترین ها در رشته خودتون بشید. سال تولد آقای بیل گیتس خیلی مهمه. بیل گیتس اگر 3 سال زودتر به دنیا آمده بود، امروز شاید یک مهندس معمولی در یک شرکت کامپیوتری معمولی در یک جایی در واشنگتن بود و اسمش رو من و شما هیچ وقت نمیشنیدیم. آفرین، چقدر عالی، خیلی خوب بود. مرسی مرسی. یه مطلب رو که من میخوام اعتراف کنم اینه که ما بعضی وقتا راجع به تربیت کودکان صحبت میکنیم، بعد خیلی از پدر والدین خواهش میکنیم که با بچه ها همراه باشن و با اونا افزایش معلومات بدن، اگر نه بچه ها از اینا جلو میزنن و بعد اینا رو قبول نداره. حالا من میدم تو حرفایی که نظام زنده شو من نفهمید نجات هم من نیمن نتونستم با ایشون همخوانی کنم. بسیار خوب. سوال بعدی اینه که اصولا این ایده در جوامع جا افتاده که هر کسی که موفقه این ضریب هوشی بالایی داره، یا مثلا IQ بالایی داره، برای همین توفیق پیدا کرده. اصلا اینو یه فکر میکنن IQ بالا برای کسی که موفقه واقعا یه نقش اساسی داره. من سوالم اینه که آیا نویسنده ما هم بر همین عقیده است؟ برای رابطه IQ و موفقیت رابطه پیچیده است. ضریب هوشی به نسبت بالا شاید شرط لازم هست ولی کافی نیست. ضریب هوشی بسیار بالا بعضی اوقات میتونه حتی باعث ناهنجاری بشه و اون شخص حتی به اون مدارجی که فکر میکنید باید برسه نرسه. اجازه بدید راجع به یکی از مهمترین پژوهش هایی که در مورد ضریب هوشی IQ انجام شده صحبت بکنیم، و اون در مورد آقای پروفسور لوئیس ترمن هست. آقای پروفسور لوئیس ترمن در نیمه قرن 19 به دنیا آمد و در نیمه قرن 20 از میان ما رفت. ایشون بر این عقیده بود که کسانی که ضریب هوشی بسیار بالا دارند، این براشون هم شرط لازم و هم کافی است برای اینکه اینها در آینده از رهبران، از دولت مردان، مخترعان، مبدعان آینده باشند، و اینها کسانی هستند که اگر شما اینها رو مخصوصا در کودکی بتونید شناسایی بکنید و روشون بیشتر منابع خاصی رو بگذارید و باهاشون کار بکنید، چه بسا حتی بیشتر از اون که فکر میکنید، اینها به مدارج بالای علمی، هنری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خواهند رسید. در مورد اینکه ایشون چطوری این داستان رو شروع کرد، ابلاغ کرد به تمام جاهای مختلف کالیفرنیا، ایشون در استانفورد بوده، که شما کودکانی رو که ضریب هوشی بالایی دارند، و ضریب هوشی رو ایشون در 150 گرفت، 150 به بالا دارند، و خود 150 اینها رو اسمشون رو برای من بفرستید و تاریخ تولدشون و اینکه اینا کجا هستن، و من میخوام با اینها در تماس باشم و با خانواده هاشون و اینها رو دنبال بکنم و ببینم که اینها چطور هستن.
و در آینده چطور میشن و این پیشبینی ما چگونه به تحقق پیدا تحقق پیدا خواهد کرد. و 1500 کودک رو ایشون انتخاب کرد که هر کدوم از این کودکان IQشون 150 و به بالا بوده. مثلا انیشتن IQش 165 بوده، آقای ابراهام لینکلن 145 بوده. اینا البته بر اساس امتحانات امروزی نبودن، بر اساس یک سری شواهد جانبی اینها تخمین زده شده. میخوام بهتون بگم 150 عدد کمی نیست و اینها رو دنبال کرد. البته شما میدونید ایده آقای دکتر ترمن هنوز تا امروز هم به قوت خودش باقی است. مثلا شما میخواید امتحان SAT بدید، امتحانات استانداردیزه شده برای ورود به کالج یا برای ورود به دانشکده پزشکی یا هر دانشکده دیگه، بر همین استوار هست که در واقع به صورت غیر مستقیم اینها IQ شما رو اندازه گیری میکنن و اگر از یه حدی بالاتر باشه فکر میکنن که حتما شما میتونید وارد بشید و موفق بشید و به شما اجازه میدن. حقیقت داستان این است که داستان پیچیده تر از این مسئله هست. حالا ببینیم که چرا آقای دکتر ترمن اشتباه کرد. ببینید اول از این که اینو خدمت شما بگم، آقای دکتر ترمن حتی بعد از اینکه فوت کرد مقداری از این بچه‌ها هنوز ادامه پیدا کردن و اینها دنبال شدن. هنوز بیش از 200 تا از این کودکان که بین اوائل 1900 تا حدود سالهای 1930 مورد نظر گرفته شدند هنوز زنده هستند. و بعد از اینکه ایشون هم فوت کرد، گروه پژوهشگر تا اونجا که تونستند با این بچه‌ها در تماس بودن که ببینن اینجا چه کار میکنن. جالب داستان این شد که هیچ کدوم از این 1500 نفر جایزه نوبل نبردند، هیچ کدومشون. اما دو نفر از اونهایی که IQشون بالا بوده ولی به بالایی اون حد نصاب آقای دکتر ترمن نرسیدن جایزه نوبل بردن، ولی در داستان آقای دکتر ترمن جای نگرفتن. اتفاقات دیگری که افتاد این بود که وقتی شما این گروه رو در نظر میگیرید و مقایسهشون میکنید با دیگران، میبینید که تعداد کسایی که شغلهای خیلی معمولی مثلا در گیشه بلیط کار کردن یا راننده اتوبوس بودن، راننده کامیون بودن، اینها در این گروه درصدش تقریبا فرقی با گروه معمولی یک سری آدمهای 1500 نفره نمیکنه. یعنی اینها که انقدر ذریب هوششون بالا بود، درسته تعدادشون موفق شدن، ولی تعدادی هم در هر گروه 1500 نفری که شما در بیرون هم انتخاب میکنید موفق خواهند شد. ولی اونهایی که به نام شدند و بسیار معروف شدند، هیچ کدوم از این گروه بچه های دکتر ترمن که به عنوان ترمایت شناخته میشند نبودند. و حالا این برمیگرده به سوال شما که این ذریب هوشی چقدر مهمه. آقای گلدول میگه که IQ مهمه، ولی وقتی IQ از 120 تجاوز میکنه دیگه عدد اون IQ با موفقیت آینده همبستگی مستقیم نداره. میگه IQ یک آستانه داره، وقتی IQ فرض کنید 170 باشه شانس برد بیشتر جایزه نوبل نداره در مقابله یک کسی که IQش 125 باشه مثلا. توجه میکنید؟ حالا یک مثال میزنه و مثالی که میزنه مثال در بسکتبال هست. میگه ببینید قد بلندی مهمه در این که شما در بسکتبال معروف بشید و کارتون خوب باشه، ولی بلند قد ترین بسکتبال ها بهترین بسکتبالیست ها نبودند. توجه میکنید؟ یعنی چطور؟ یعنی این که فرض کنید آقای مایکل جوردن که 6 فوت و 4 اینچ قد داشته یا 6 فوت یا 5 بوده، به نسبت آقای شکیل اونیل که از ایشون 6 7 یا 6 8 این چند اینچ بزرگتر بوده، میبینید که آقای مایکل جوردن اتفاقا قدش کوتاه‌تر بوده ولی معروف‌تر به عنوان یک بسکتبالیست آمریکایی. شکیل اونیل هم معروفه، ولی میبینید که شاید سرعت، هماهنگی اندام، اینها که راجع به هاکی صحبت کردیم، اونها دیگه مهمتر میشن وقتی قد شما از یه حد بالاتر باشه. IQ هم همینه، وقتی دیگه IQ از 120 بالاتر رفت یک سری عوامل دیگری دخیل خواهند شد در اینکه آیا شما از این IQ بالا استفاده بهینه خواهید کرد یا نه. و حالا راه حل های مختلفی ارائه میکنن که اگر وقت بود راجع بهش صحبت کنیم. میخوام ازت بپرسم و اینه که اصولا تست IQ انقدر حساس هست که افرادی که توی زمینه های تربیتی فرسون کار میکنن، حالا یا روانشناسی اجتماعی فرق نمیکنه، بهش متکی بشن و بهش اعتماد بکنن؟ بله، ببینید IQ یک ابزاری در این جعبه ابزار هست.
که شما میتونید استفاده بکنید که سعی بکنید کسانی رو انتخاب بکنید و روشون منابع پرورشی دیگری زیادتری از دیگران بگذارید. این هست. اما حتما شرط کافی نیست و IQ خیلی بزرگ که راجبش صحبت خواهیم کرد اشکالای دیگری ممکنه به بار بیاره. اما آقای گلدول صحبتی که میکنه میگه IQ یک جور آزمون همگرا محوره و منظور ایشون از همگرا محوری این هست که شما فرض بفرمایید که چند تا شکل مختلف هندسی یا پترن های مختلف رو جلوی که اون کسی که دانش آموز میذارید و بعد میگید که شکل بعدی کدام هست. این با تفکر راجع به این که چه تحولاتی از یک شکل به یک شکل دیگری اتفاق افتاده باید تمرکز بکنه روی جواب آینده و اون جواب رو انتخاب بکنه، یعنی اینکه همه به صورت همگرایانه باید به همون عدد، به همون جواب، به همون نقش برسن. و میگه که اینها باعث میشه که شما ضریب هوشی رو اندازه بگیرید، ولی ضریب هوشی یک چیز خیلی بزرگتر از اونی هست که این آزمون داره اندازه گیری میکنه. میگه شاید امتحانهای واگرا محور باید وارد سیستم بشه و شما اون وقت بتونید اینها رو بیشتر از دیگران تمیز بدید. مثلا میگه که فرض کنید که شما بیاید از یک کودکی بپرسید که شما چند روش مختلف برای استفاده از یک پتو رو دارید در نظر. یه وقت میبینید یکیست که IQ 150 داره، میگه خب وقتی که من سردم هست پتو رو روی خودم میندازم و بعد از اون سکوت میکنه. یه بچه دیگه ممکنه اونجا باشه که IQش مثلا خیلی پایین‌تر باشه، 115 باشه اصلا، ولی اون یهایی میبینید که گل از گلش میشکفه، برای شما شروع کنه داستان تعریف کردن. اگر کسی آتش گرفته باشه اینو میندازم روش آتشش رو خاموش میکنم، اگر کسی سردش باشه اینو میندازم روش گرمش میکنم، اگر کسی از پنجره میخواد بپره پایین گوشه‌هاشو میگیریم بپره روی این که طوریش نشه، اگر که حوصله‌مون سر رفت چند تا دایره هم مرکز روش میکشیم، به دیوار آویزونش میکنیم، بهش دارت پرتاب میکنیم. توجه میکنید این یک گونه آزمون واگرا محور، یعنی این که شما بیاید ببینید که چقدر میتونه یک مطلب کوچیک رو برای شما بست بده. و آقای گلدول میگه اونهایی که در آینده مخترعین و مکتشفین هستن کسانی هستن که واگرا محور فکر میکنن نه همگرا محور، ولی امتحانای ما همش همگرا محوری رو آزمون میکنه. پس این آزمون در واقع نه سنسیتیویتی یعنی حساسیت به اون صورتی داره که باید داشته باشه، نه اسپسیفیسیتی یعنی این که به اون صورتی که باید خاص باشه در انتخاب به صورت اختصاصی هم انقدر خوب نیست. مقداری به عنوان یک ابزار کمک میکنه اما کافی نیست.